در پی بازداشت چندین مقام عالی رتبه فوتبال در زوریخ سوئیس، مقامات قضایی و پلیس فدرال ایالات متحده از اتهام رشوهگیری در جریان انتخابات ریاست فیفا در سال 2011 و اعطای میزبانی جام جهانی سال 2010 خبر می‌دهند. ایسان... لورتا لینچ دادستان کل ایالات متحده میگوید این افراد به شکل سازمان یافته مشغول رشوهگیری برای اعطای حق پخش تلویزیونی بازیها تعیین مکان برگزاری آنها و تعیین رئیس سازمان بودند. به گفته مقامات قضایی ایالات متحده آنها از نظام مالی و بانکی این کشور در راستای اعمال خلافشان استفاده کردند. <تصفح> جیمز کامی مدیر FBI بی آی می گوید بازی فوتبال بر اساس اتهامات مطرح شده در این دادخواست توسط این افراد گروگان گرفته شده بود. زمین فوتبال که معروف به صاف بودن است توسط این افراد کج شده بود تا به منافع خودشان برسند و این امر به قیمت قربانی کردن کشورها و کودکانی تمام شده بود که از فوتبال لذت می بردند. این گروگانگیری نک با یک دادخواهی تهاجمی رو به روست تا رفتارها را تغییر دهد. همانطور که دادستان کل ایالات متحده گفت این تحقیقات طولانی و پرزحمت بود و به پایان هم نرسیده است و تا روشن شدن کل فساد هم ادامه می‌یابد. جام جهانی سال 2010 در افریقای جنوبی برگزار شد و این نقش به دریافت رشوه و فساد در مورد تای میزبانی این بازیها به این کشور پدید آمده است. سلامت انتخابات ریاست فیفا در سال 2011 که منجر به انتخاب مجدد سپلاتر به ریاست آن شد هم با این اتهامات زیر سوال رفته است.